درود بر هموطنان و همزبانان عزیز، من داوود خسروآبادی هستم و با شما دارم از طریق رسانه رادیو تلویزیون مانی صحبت می کنم و امیدوارم امروز بتونم عنوان درد دل با شما حرفایی رو بزنم که شما هم دوست داشته باشید گوش کنید، یا بتونم درسی بدم. با اینکه شاگرد شما هستم، ولی این شاگرد بتونه درس کوچیکی یا یه چیز کوچیکی به شما یاد بده. داوود خسروآبادی از آمریکا در رادیو تلویزیون مانی. در درجه اول هم میهن، من خودم چون بچه و نوه و نتیجه دارم، هم دختر دارم هم پسر دارم، به تمام خانواده های عزیز از دست داده، مثل همین خانواده خانم مهسا امینی و دخترای 13-14 ساله‌ای که به دست دشمنان کشته شدن، از ته دلم، از جرح‌های دلم همدردی خودم رو با شما اعلام میکنم. واقعا همدردتون هستم، فقط حرف نمیزنم. من وقتی نگاه به عکس این جوانهای کشته شده به دست این ناجوان مرد میفته، قلبم داغون میشه، دلم داغون میشه. واقعا باور کنید، به قول معروف میگه غم مرگ برادر را برادر مرده میداند. من بچه از دست داده ندارم، اما تجسم میکنم که اگر دختر من آناهیتا اتفاقی که افتاد برای مثلا مهسا امینی برای این بیفته، من چیکار میکنم؟ من میشم یکی از همونهایی که حالا نمیخوام بگم. هم میهن عزیز، این روزا دیگه به قول معروف روزایی نیست که ما بخوایم وقتمون رو صرف احوالپرسی و غلیظ و اینا بکنیم. باید به اصل موضوع بپردازیم. در درجه اول یه چیزی رو باید به شما بگم، بعد از اون میخوام با جوانها یه دو تا کلمه صحبت کنم. یک شخصی که نمیتونم حس بزنم از چه قشر و قماشی بود، با لحنی مضحک به من میگفت شما خارج نشینا کنار گود نشستید و به ما میگید لنگش کن. حالا نمیدونم خودش خارج نشین بود یا داخل نشین بود، نمیدونم. به من تلفن کرد از طریق مسنجر فیسبوک. من جواب دادم بهش که میدونی چرا ما به اشخاصی مانند شما، و گفتم فقط مانند شما، میدونی چرا ما به اشخاصی مانند شما و امثال شما بی بخارها و شاید هم موضوع را میگیم لنگش کن؟ پرسید چرا؟ جواب دادم اگر تو و امثال تو در گود مبارزه حاضر بودی و خودتان لنگش میکردید، دیگر کنار گودی ها احتیاجی نداشتن که بگن لنگش کن. اما تو و امثال تو نه تنها اهل مبارزه نیستید، بلکه با خفت مختص به خودتون سعی میکنید جلوی هر مبارزه ای رو سد کنید. یک پهلوان باقی در گود چران سری لنگ میکند، لنگش میکند که کنار گود نشین ها فرصت و زمان پیدا نمیکنند که بگویند لنگش کن. ساکت شد و قیبی زد. من به جوانهای ایرانی و مخصوصا خانومهای پیشتاز ایرانی تبریک میگم و امیدوارم از این کاری که شروع کردن سرد نشن، از حرکات وحشیانه خامنه‌ای و عمال کثیف خامنه‌ای و خود خامنه‌ای کثیف‌تر از کثافت خسته نشن و دنبال این کار رو بگیرن تا بتونن زندگیشون رو از دست این
خرچنگ هایی که حتی عکس خودشون تو پرچم ایران گذاشتن نجات بدن. در همین دین اسلام اینها، در همین دین اسلام اینها میگن محمد ابن عبدالله گفته که اقتل الموزی قبل ان یوزی، یعنی موزی را بکش قبل از اینی که به تو آزاری برساند. البته این حرفی که میگن محمد گفته، حالا گفته یا نگفته، خیلی حرفا رو به محمد میگن که من فکر نمی کنم یه چوپونه شتربان اینقدر قدرت داشته باشه یا اینقدر پیش خدای خودش ارزش داشته باشه که خدا بهش وحی کنه. حالا کار نداریم، نمیخوام بریم برای منبر اسلام. به قول گفته دوست ما آقای مانی مدیر این رادیو، میخوام بدونید کدوم مانی رو میگم، عیسی مسیح در مقابل خوردن سیلی طرف دیگه صورت خودش رو به طرف سیلی زننده چرخان تا طرف سیلی بعدی رو هم به عیسی مسیح بزنه. حرف بسیار جالبی زدنشون، یه دیروز به من گفتن. و میدانید که داشتن این باور کار اونو به جایی کشوند که در پایان به صلیب کشیده شد. پس باید با سیلیزن مثل خودش رفتار کرد، یعنی سیلیزن رو باید با سیلی شدیدتری جواب داد. یه خبری الان بهتون بدم، رئیسی اومد آمریکا، خانومی هست به نام کریستین امونپور، چون سال هاست در CNN گزارشگره. ایشون میخواست قبلن این خانم امونپور با تمام رئیس جمهورهای ایران مصاحبه داشت، میخواست با این رئیس بی سواد شش کلاسه پروپاگانی مصاحبه داشته باشه. بعد این آقای رئیسی ابله، واقعا ابله، خودتون میدونید که من چرا بگم، قبلا گفته بود که ما در ایران اجباری برای حجاب نداریم. بارا گفته بود در ایران خانوم ها حجاب دارن چون فرهنگشون خودشون میخوان حجاب داشته باشن. اما اینها، این جماعت آخوند به قدری احمق و به قدری بیمغزن که فراموش کرده این حرف زده. به خانم امانپور گفته اگر میخوای بیای با من مصاحبه کنی باید لچک سرت کنی. از اون ور میگه ما اجبار نمی کنیم، اما ور میاد در کشور آمریکا به یک خانم آمریکایی ایرانی هست میگه اگر میخوای مصاحبه کنی باید روسری سرت کنی. اما پورم گفتش که گور پدرت، من روسری سرم نمی کنم. من مصاحبهش دیدم اما پور، چون با خودش فکر کرده بود که اگر در چنین زمانی روسری سرش بکنه خون مهسا امینی و امثال او رو پامال کرد، نکرد. بعد نشون دادن در تلویزیون که امانپور نشسته، صندلی رئیسی هم خالیه، البته رئیسی لیاقت نشستن در اون صندلی رو نداشت. رئیسی فقط دو یک صندلی میتونه بشه که خامنه ای برش تعیین کنه، تموم شد. ببینید دوستان عزیز، کاری که شما کردید واقعا کاریست کارستان. ببین شما دنیا رو برپا خیزاندید، رستاخیز بین المللی درست کردید، بین المللی درست کردید. خانوم های ایرانی کاری کردن که صدای
فریای تمام زنهای دنیا در اومد. این که میگم تمام زنها، بیشتر اکثریت، چون ما به هر صورت در هر کشوری آبجی فاطم کماندا هم داریم. دوست گرامی، شما از آن زمانی که رفتی بیرون یادت باشه در خود دین اسلام و در خود سیستم جمهوری اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی قانون قصاص از قوانین قابل اجرا و حتی واجب الاجرا می باشد. میبینی که دارن قصاص میکنن، چشم در میارن، نمیدونم دماغ میبرن، دست قطع میکنن، اینا خودشون، اینا همش ارثیه که اسلام گذاشته. پس به قول معروف، دوست گرامی، جوانی که میری بیرون، کلوخ انداز را پاداش سنگ است. حالا شما اگر نمیخوای پاداش این کلوخ انداز رو سنگ بدی، اقلا با کلوخ با جوابشو بده. یه خودت میدونی، به قول گفته باز آقای مانی، شما داخلی ها خیلی بهتر از ما خارجی ها میدونید که چه جوری با اینا طرف برشید. چیزی شنیدم که اگه درست باشه، نه فقط کار رژیم و آخون تمامه، بلکه اسلام شیطانی هم از ایران ریشه‌کن خواهد شد. این حرفی که انقلاب مردم علیه دین و مذهب، اینو روخونی دارم براتون میکنم، انقلاب مردم علیه دین و مذهب از شهر قم، مرکز اصلی تشیع ناب دزدی و جهل و فساد آغاز شد. گزارش که یکی از طرفداران حکومت آخوندی و تحلیلگران اجتماعی در مورد فرار طلبه ها از مذهب سراسر جهل و دروغ شیعه و دین ضد بشری اسلام، لرزه بر اندام مراجع گشاد و پفیوز و مفخور و انگل شیعه انداخت. در این گزارش بیان شده که در شهر قم دیگه بسیاری از طلبه ها به اسلام اعتقادی ندارند، نماز نمیخوان. دلیل آنم فساد، دزدی و حمایت از جنایت کسانی است که به عنوان فقیه و مرجع در بالاترین مقام های این مذهب نشستند. اینها جوان هایی هستند که طلاب جوان جدید هستند، خوشبختانه دسترسی دارن به اینترنت، برنامه های مثل برنامه رادیو مانی و رفقای ما رو در این رادیو میبینن، روشن فکر شدن و دیگه نماز نمیخونن. این همان چیزیست که ما همیشه یادآوری کرده بودیم و این حکومت اشغالگر در حقیقت مذهب شیعه و دین اسلام را در میان ایرانیان به زباله‌دان تاریخ خواهد فرستاد. روزی خواهد رسید که اگر کسی عنوان کند که مسلمان و شیعه است، مورد تمسخر و پوزخند اطرافیانش قرار خواهد گرفت و این به لطف آخوندها و این بدون لطف آخوندها و حکومت آخوندی میسر نمی شد. اخباری که از ایران میرسه نشون دهنده بیرحمی و حرامزادگی رژیم و مزدور رژیم. مثلا دکتر اشکان پویان میگه نیروهای نظامی از پشت سر معترضان را در دزاب هدف قرار دادن. من دزاب رو نمیدونم، فکر کنم در یکی از شهرهای باید بلوچستان باشه. پزشک متخصص اعصاب و ستون فقرات در دزاب با انتشار تصویری در صفحه اینستاگرامی خود تایید کرد که معترضان حمله نکرده، بلکه از پشت سر آنها توسط نیروهای نظامی هدف قرار گرفتند. اقتل الموزی قبلا یوزی، کلوخ انداز را پاداش سنگ است، دیگه خودتون میدونید. به گزارش رسد بلوچستان،
به نقل از کمپین فعالین بلوچ، دکتر اشکان پویان متخصص و جراح اعصاب و ستون فقرات، از مورد هدف قرار گرفتن معترضان بلوچش پشت سر توسط نیروهای نظامی خبر داد. یعنی میدونی چی؟ یعنی اینا ترس برشون داشته و میدونن که اگر یه روزی این حکومت از بین بره، خب آخونده که فرار میکنن. الان یکی یکی میان کانادا و این ور اون ور، اینا که نمیتونن فرار کنن. ببینید مردم چه بر سر اینا خواهد آورد، اینا از این میترسن. من در آخر حرفم یک پیشنهاد میخوام به شما کنم. دکتر پویان با رد حمله معترضان بلوچ به نیروهای نظامی در صفحه اینستاگرامی خود گفت معترضان بلوچ توسط نیروهای نظامی از پشت سر مورد هدف قرار گرفتن و بیشتر گلوله‌ها مربوط به این ناحیه است. و وی افزود اگر شخصی حمله کند از جلو مورد هدف قرار بگیرد نه از پشت سر. ببینید اینا دیگه کیان. دکتر پویان همچنین در مورد هدف قرار دادن کودکان بلوچ، کودکان هممیهن بلوچ ما توسط نیروهای نظامی نیز انتقاد کرده و گفته به بچه 13 ساله گلوله زدید، شرم نکردید. این یک سوال که این آقای دکتر کرده یه خود سوال زیادیه، برای که اون اصلا شرم نمیدونن چیه. بعد گفته که شما حروم لقمه ترین سفاک های تاریخ هستید. گفتنیست که در روز جمعه 8 مهر ماه 1401 نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به سمت نمازگزاران در مسجد مکی دزاب و معترضان بلوچ در این شهر تیراندازی کردند. اینا حتی سنی ها رو هم مسلمون نمیدن، آخونده دیگه. بر اساس آمار کمپین فعالین بلوچ تا کنون دست کم 88 فرد بلوچان باختن. 88 از هموطن پرستای ما، هموطنان ما جان دادن. البته این مال اون زمانه، مال گفتم تاریخ ما این هفته پیشه، حالا دیگه چقدر شده نمیدونم. و بیشتر از 300 تن دیگر با تیراندازی نیروهای سرکوبگر زخمی شده که آمار واقعی به مراتب بیشتر است. دوستان گرامی، هممیهن جوان، به پا خیزید، برخیستید و درست رفتار کنید با دوستان خود، هم محلی ها و اقوام و آشنایان خود. گروه های مبارز درست کنید. زمانی که میبینید این مزدوران یک نفر رو کتک میزنند و یا میخوان دستگیر کنند، چرا دست جمعی جلو نمیرید و سعی نمیکنید از این ظلم کردن و زجر دادن بیگناهان توسط این قشر غیر انسان جلوگیری کنید؟ با این قشر باید رو در رو شد و درسی فراموش نشدنی به آنها داد. چرا این کارو نمی کنید؟ من دیدم، این که این به شما میگم دیدم، 5 نفر 3 نفر 5 نفر مأمور دارن یک خانومی رو از این ور میکشن میزنن به اون ور، از اون ور میکشن میزنن به اون ور، با نامردی تمام، با بیشرفی تمام، با حرامزادگی تمام. و این آقا داره ویدیو میگیره، خب البته بد نیست این ویدیو باعث به پخش بشه و مردم دنیا ببینن اینا کیان. دیگران هم نشستن میگن مثلا ولش کن حرامزاده، ولش کن، بیشرف. میکنه آقا جان اینا بیشرف، خودشون میدونن بیشرف، آدم باشرف که همچین کاری با هموطنش نمی کنه. میگی بیشرف خیلی میکنه بهش بر میخوره؟ نه دوستان گرامی، اینها ببینید، من نمیخوام دست خشونت بدم. خلع سلاح کردن متجاوز یک حق قانونی و بین المللی هر انسانی باشه و تمام انسان ها میتونن از این خلع سلاح استفاده کنن.
باید برای امنیت خود و دیگران یک جنایتکار رو بی‌سلاح کرد. البته اگر چه این عملی غافلگیرانه را انجام دادید و توانستید آنها را به جای کسی خود بنشونید، در مورد رفتار بعدی که بخواید با او بکنید خودتون دست میگیرید و ببینید در اجتماع کنونی ما کدوم رفتار و چه نوع عمل متقابلی کار درستیه. چون هر یک نفر از که از تعداد مزدوران که به خاطر تجربه ناخوشایند که در این حالت پیدا میکنه کتک رو میخوره، اصلا را دست میده و حال کار ندارم، از ترس رفتار غیر انسانی او، از ترس بعدش رفتار غیر انسانیش رو کم میکنه و همین عمل که یک نفر رو نجات بدید و یک شخص مزدور رو به جای خودش بنشونید، مزدوران دیگر رو هم وادار میکنه که برای حملات وحشیانه خود دو بار فکر کنه و تجربه تلخ این مزدور اثر بسیاری در رفتار مزدوران دیگه هم داره و روحیه مزدوران دیگه رو هم شدید میکنه. ببینید اینایی که میان یک زن رو میگیرن میکوبن به در و دیوار، لغت میزنن به شکم و لبزید. آخه این ما نمیدونم، اینا 5 یا 10 نفر و معمولا سرشون به دستگیر کردن یا کتک زدن قربانی گرمه، حواسشون به شما نیست. یک عکس العمل غافلگیرانه و سریع اونها رو بی‌دفاع و حتی فراری خواهد داد. دقت کنید، نگذارید هموطنتون اینو بزنه. اونجا نوایسدی میگی بی‌شرف بی‌شرف بی‌شرف، خب چی؟ واژه بی‌شرف برای اون مثل خند نوات میمونه. موضوعم ببینید دوست گرامی، موضوع رو برای این به شما حمله میکنن که میدونن دستتون خالیه. هیچ پاسدار و بسیجی جرأت اونو نداره که با افراد مجهز بوده. چرا؟ چون تو برای میهن و شرف مبارزه میکنی، اون برای پول پر کردن شکم. تا ببینی سنبت قویه فرار رو برقرار رو ترجیح میده، شب مریض میشه، صبح نمیاد سر کار. باور کنید، البته گفتم که شما اینا رو بهتر از ما میدونید، ولی منم چون بهم این کشت و کشتارا خیلی به من فشار روحی آورده، میخوام اینطوری با تو دارم درد دل میکنم. همین دست خالی به خیابون نرو. یک موضوع حتی جرأت اونو نداره که با شخص آماده به دفاع روبرو بشه. قدرت این بی همه چیزا در اون اسلحه است که در دستشون داره و میدونن که تو با دست خالی به خیابون میای. اگر بداند جوابش درست همون طوری خواهی داد که اون با تو روبرو میشه، جرأت روی با تو را نخواهد داشت. در بین نظامی ها، بسیجی ها و سپاهی ها جان به لب رسیده از دست آخوند و رژیم زیاد وجود داره، اما اونا میترسن که به همکاران مسلح جنایتکار خودشون پشت کنن و به شما بپیوندن. میترسن، وحشت دارن. اینو بدونید که اگر شما به هر نفعی خودتون رو برای یک مبارزه جدی و کارساز آماده کنید، آنها و ارتشی ها هم به شما خواهند پیوست. تهیه وسایل دفاعی برای روبرویی با این خودفروختگان نامرد بسیار آسونه. من به خاطر بعضی مسائل نمیتونم درس خشونت بدم. تکرار میکنم، زمانی که مزدورا کسی رو کتک میزنن یا میخوان دستگیر کنن، چرا دست جمعی و غافلگیرانه سر در جلوگیری از کتک زدن قربانی به آزاد کردن همرزم خود نمی کنید؟ چرا میسید به دستگیر کردن یک مبارز رو تماشا میکنید؟
چرا میستید و نگاه میکنید که دارن یک همرزم شما رو به سلاخ خونه میبرن؟ چرا برای نجات اون جلو نمیرید؟ البته من دیروز دیدم، برای اولین بار دیشب دیدم که ریختن یک نفر رو نجات دادن و حدود 20-25 نفرم ریختن سر اون مامور. مامور کف خیابون بود، خود رو دیگه برایش بدونید. من خودم اگه همچین موقعیتی داشتم، یا معمولا در کشورهایی که این هم اتفاقاتی افتاده، اینا حمله میکنن رفیقشون رو نجات میدن از دست این سلاخا، طرف رو خلع سلاح میکنن. چون خلع سلاح این کار، این آدم کشان کار نادرستی نیست، بسیارم قانونی. دنیا میگه اگه کسی با اسلحه با تو بخواد روبرو بشه، تو حق داری اسلحه‌شو بگیری، حق داری حتی نفلش بکنی. حالا چرا باید خل سلا بشی؟ چون همین نامرد ممکنه فردا برادرتون و خواهرتون یا همرزمتون یا خودتون هدف قرار بده. اونا 5 نفرن 10 نفرن این مزدورا وقتی حمله میکنن، و معمولا هم سرشون به دستگیر کردن یا کتک زدن قربانی گرمه، حواسشون به شما نخواهد بود. یک حمله غافلگیرانه و سریع آنها رو بیدفاع خواهد کرد و شما می توانید همرزم به دستان کفدار افتاده خود را نجات دهید و غافلگیرانه چند موضوع را هم به جای خود بنشونید و طوری در دلشان وحشت بندازید که برای مدتی از آمدن آنها برای مقابله با مردم و کشتار بیگانهان در خیابون جلوگیری بشه، و یا از این او از این تجربه ناخوشایند گرفته، حداقل بعداً یه تبدیل به یک ترسوی دست به عصا باشه و جرأت انجام رفتار غیر انسانیش کم بشه. آمار کشتار انسان‌های بیگناه به دست عمال رژیم روز به روز بیشتر میشه. مثلا من همدردیم رو با خانواده سارینا اسماعیل زاده 16 ساله در کرج که کشتنش، و یا جوون بلوچ 11 ساله که با اسلحه سوراخ سوراخ کردنش و به قتل رسوندن، و با خانواده مهسا امینی رو که زجر کش کردن در عرض 2-3 روز گذشته، من همدردیم رو به اینا و به تمام کسانی که عزادار هستن عزیز از دست دادن اعلام میکنم. بدونید من با شما هم درد شما رو به اندازه شما نمیفهمم. گفتم غم برگ مرگ برادر را برادر مرده میدانند. من درد شما نمیفهمم، ولی بدونید که خیلی برام درد داره وقتی میبینم این بی همه چیزها جوان 11 ساله رو با گلوله سوراخ سوراخ کرد. البته در عرض 2-3 روز گذشته آمار کشته شده که خیلی بیشتر شد. خامنه ای تازی زادن برای حفظ قدرت قدرتی که دزدیده از مردم، بدونید از فرمان آتش به اختیار کوتاه نخواهد آمد. نه تنها از فرمان آتش به اختیار کوتاه نخواهد آمد، مطمئن باشی که دستورات حیوان صفتانه بیشتر و خونریزتری هم خواهد داد. این آخوند عربزاده یک اجنبیه که تصمیم داره بر طبق خطبه حسین ابن علی رفتار کنه. حسین ابن علی خطبه چی میگه؟ میگه ما از تبار قریش هستیم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانی ها هستن. آهای کسی که بلند میشی پیاده میری کربلا. البته من شنیدم خیلی از اینا میرن اونجا، چون در کربلا آخوندهای که عراقی سیغه خونه با کردن زن سیغه میکنن، بعد یکیشون داشت صحبت میکرد میگفتش که این بچه چون سنش پایینه اینو شما نمیتونید از جلو باش طرف بکید، باید از پشت طرف بکید که به کارتش از دست نرید. آخوند و همین آخوند ها میان از چی؟ مهسا امینی رو به خاطر یه تارمو میکشن. ببینید اینها هیچ استانداردی ندارن، هیچ حیوان استاندارد ندارن.
ولی باور کنید حیوانا ترحمشون بیشتر از جماعت آخونده. حسین ابن علی در این آقا این همین خامنه ای داره راجبش داره ازش نمونه برداری میکنه، میگه ما از توار قریش هستیم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانی ها هستند. روشن است که هر عربی از هر ایرانی بهتر و بالاتر و هر ایرانی از دشمنان ما بدتر است. ایرانی ها را باید دستگیر کرده به مدینه آورد، زنانشان را به فروش رسانید و مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت. این گفته حسین ابن علی امام سوم شیعیان سفینه البهار بهار به مدینه الاحکام بحکم بل اسعار نوشته حاج شیخ عباس قمی صفحه 164 چاپ دو جلی سنگی. ببینید ایرانی ها رو باید دستگیر کرد، کاری که توی بسیجی داره میکنی، کاری که خامنه‌ای به تو دستگیر داره، ایرانی ها رو باید دستگیر کرد، دارید دستگیر میکنید. زنانش رو به فروش رسان، سیر خونه ها رو ببینید، سیغ خونه ها رو ببینید. این جماعت بی همه چیز بدون وقفه دارن قربانیان حق طلب رو میکشن، حق طلب رو میکشن و بعد میگن چی؟ میگن قربانی خودکشی کرد. حالا هر کسی که میره زندان خودکشی میکنه. یعنی اگر شما میخواید راحت خودکشی کنید، بدون دردسر خودکشی کنید، بیخرج خودکشی کنید، یه کار کنید برید زندان، اونجا وسایل خودکشی رو دو دستی به شما تقدیم میکنن. یعنی چرا؟ برای که ما با قشی طرفیم که نه شرف دارد، نه ناموس و نه انسانیت. خجالت هم نمی کشن اینا، خجالت هم نمی کشن که میگن این خودکشی کرد، اون خودکشی کرد، اون خودکشی کرد، اون خودکشی کرد. یعنی چرا؟ تقیه میکنن. اسلام دیگه، جعفر صادق دیگه، گفتم که جعفر صادق بس که دروغ میگفته بهش گفتن جعفر صادق، مسخرش میکردن. همینه این موضوع مهم، بسیار بسیار مهمی رو باید یادآوری کنم که مطمئن هستم خود شما اونو شاید بدونید، منم باید یادآوری میکنم. بیشتر این مأمورین بسیجی ها و سپاهی ها که در خیابون میان، اینها ممکنه حتی باور کنید در بین جمعیت بسیجا گم بشن و کسی رو نزنن. دیدید معمولا همیشه تو این گروه سه یا چهار نفر کتک زن هست. این مامورین به خاطر ترسی که فرماندهان ببینید، هستن کسانی که میخوان با مردم باشن، اما به خاطر ترسی که فرماندهانشون از داشتن عاقبت شوم پس از فروپاشی به دل اونها گذاشته، با تمام وجود با شما مبارزه میکنن، چون فکر میکنن پس از فروپاشی رژیم خود و خانواده هایشان در آتش انتقام مردم کباب خواهند شد. من شنیدم که یکی از این کسانی که اینا رو مثلا تعلیم میده میگفت، میگفت وای به اون روزی که دست مردم به شما برسه، این حکومت از بین بره، روزگارتون سیاست، تیکه بزرگه گوشتونه، بدن تو گوشتونه، به بچه تونم، به بچه شیرخواره تونم این ملت رحم نمی کنن. اینو می گفت. حالا ما یک راه داریم، اینو من پیشنهاد میکنم، میدونم میدونی، بازم منم پیشنهاد میکنم، باید با شبنامه، با اینترنت، هر طوری که میتونید، تاریخ انقلابات نشون داده که اعلام عفو عمومی به بسیاری از مأمورین پشیمان از کار خود که 100% در بین این مأمورین این رژیم هم وجود دارن
به اونها علامت بومی به اونها اطمینان میده و قوت قلب میده، به اونها رو به طرف مردم میکشون. یعنی اگه اینا بدونن اعلامه بدی که آقا شما بخشیده خواهید شد، به حرف فرماندهانتون گوش نکنید، به حرف این بیشرف ها گوش نکنید، اینا خودشون در زندگیشون در خطره، نه شما. این عفنامه اینها رو به طرف مردم میکشونه. با شبنامه در اینترنت هر لحظه این عفنامه رو به اونا تذکر بدید. از هزاران مأموری که ما داریم شاید تعداد کمیشون جنایت کرده، اما اکثریتشون یعنی تمامشون الان از ترس انتقام من و تو و دیگران هموطنان جرأت نمی کنن پشت بکنن به این حکومت. گفتن و گوش زد کردن اعلان این عفو عمومی رو بدون وقت تکرار، باز هم من در آخر صحبتم عرضی بکنم، امروز نمیخوام زیاد حرف بزنم چون میدونم وقت گوش کردن نیست و الان باید وقت عمله و شماها که در ایران هستید باید الان توی خیابون ها مشغول او راستی شبها هر شب در پنجرهای خودتون مرگ بر خامنه‌ای رو فراموش نکنید، شعار رو فراموش نکنید، بگذارید اینا بدونن که شما 24 شما دیگه عزمتون 24 ساعته جزم شد. شبها که تو خونه هستید در پنجره رو باز کنید، یک بار بگید مرگ بر خامنه ای، من میدونم مطمئنم که جواب 500-600 میشنوید. شما میگی مرگ بر خامنه ای، همسه بغلید میشنوه، اونم میگه اونم به همسه بغلیش میشنوه، یه نگاه میکنید یک چهارم تهران شبه میگن مرگ بر خامنه ای. این باعث میشه که این مزدورها و این خامنه ای کثیف تر از مزدور حتی یک لحظه در شب هم خواب نداشته باشه. باز هم احساس همدردی خودم رو به کسانی که عزیز از دست دادن میگم، باور کنید من درد میکشم، درد دارم، تظاهر نمی کنم، تعارف نمی کنم. مادری که فرزند از دست دادی، پدری که فرزند از دست دادی، جگرگوش از دست دادی، برادری که برادر و خواهر از دست دادی، من رو به عنوان یک همدرد قبول کن. فقط امیدوارم که این دفعه دیگه نگذارید اینها جون سالم به در ببرن. جمهوری اسلامی کارش تمام، دیگه کارش تمام باید بشه. تبریک هم به شما میگم، مخصوصا بخوام من دیروزم ببخشید من قبلا هم گفتم، من به خانومم گفته بودم که بیشتر انقلابات ایران توسط خانوم ها شروع میشه، به این ترتیب که وقتی که جون مردم به لبشون میرسه زنش زن به شوهرش میگه برو بیرون، برو حقتو بگیر، مادر به بچه هاش میگه برید حقتونو بگیرید، خواهر به برادرش میگه برید حقتونو بگیرید. اما این دفعه کار به جایی کشیده، به قدری این حکومت جون مردم رو به لب رسونده که خانوما دیگه نمیگن برو، به مردها نمیگن برو، خودشون افتادن جلو. زن ایرانی، شیر زن ایرانی، شیر دختر ایرانی، به تو افتخار میکنم، افتخار میکنم که مادرم ایرانی بود، خواهرم ایرانی است، به تو افتخار میکنم، با امید روزی که ننگ اسلام و ننگ آخوند از این مملکت از سر مردم ما کم بشه. امیدوارم اون روز رو ببینم. باز هم میگم هموطن وقتی که میبینی اینها دارن یک نفر رو میزنن یا میخوان دستگیر کنن، به هم نگاه کنید، اشاره کنید، یک دفعه به اینا حمله کنید، اون رو نجاتش بدید. من دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم.
برای اینکه میدونم گرفتارید تا برنامه بعدی. امیدوارم حرفای من اقلن به اندازه یه اندازه حداقل شما رو به قول معروف خونسرد کرده باشه. نمیدونم دیگه، من خودم انقدر الان اعصابم خرابه که خودم هم نمیدونم چجوری میتونم خونسرد بشم، چه برسه که بخوام دیگران رو خونسرد کنم. به درود میگم به شما و شما با امید ریشه کن شدن قشر آخون، رژیم خونخوار و انگل آنها، و با امید روزی که اسلام در ایران ریشه کن شده باشد.